با درود به شما نجویان عزیز، بحث امروز ما مربوط به تلفیق ساز و آواز هست. مبحث تلفیق ساز و آواز خیلی مبحث کلاسیک و در واقع تئوری نیست که آدم بخواد سر کلاس ها توضیح بده، بیشتر در تجربه و لف و نشو با نوازندگان خوب و متبهر کسب میشه و خواننده در کنار نوازندگانی که کار میکنه به تجربیاتی میرسه که ارتباطاتی که از لحاظ معنوی یک خواننده و یک نوازنده با هم خواهند داشت به مرور کسب خواهد کرد. ببینید، اونچه که در واقع سرفصل ها هست و مهمترین ها هست در بحث تلفیق ساز و آواز اینه که ما در همچنان که در ساز ملودی و جملات سازی داریم که نوازنده از ابتدای کار شروع میکنه، از پیش درآمد کار و درآمد و الی آخر تمام گوشه های مختلفی که حالا در نظر میگیره برای یک قطعه، یک کنسرت، یک کار، شروع میکنه به اجرای در واقع هر گوشه با توجه به حالا ریتم کار و اصولی که در نظر گرفته برای کار. نوازنده شروع میکنه به اجرای اولین گوشه با تمریناتی که از قبل خواننده در کنار نوازنده انجام دادن و با توجه به روحیات هر دو خواننده و نوازندگان و یا نوازنده تکنواز که جواب خواننده رو خواهد داد، در طی تمرینات به زمان بندی میرسن که نوازنده جمله سازیش رو در واقع به انتهاش که میرسه خواننده بدونه که کجا شروع کنه و نوازنده همینطور به دست میاره که خواننده فراز و نشیبش کجاست، در لابلای جمله آوازی فراز و نشیب کارش کجاست، کجا نوازنده خواهد فهمید که در واقع کجای جمله آوازی در واقع شدت و ضعف صدای سازش رو کجا بایستی انجام بده و تقویت کنه، نوانس های کارش کجا باشه در جمله آوازی که خواننده میخونه و اینکه خواننده کجای کار تمام میکنه گوشه آوازیش رو، جمله آوازیش رو که نوازنده گاهی اوقات زودتر از اون موقعی که میخواد کاملا تموم بشه کلام خواننده یه مقدار زودتر میاد شروع میکنه جوابشو دادن و به مرور زمان با انجام تمرینات و با ارتباط روحی که نوازندگان و خوانندگان با هم دارن یا از روی نوت این سوال و جواب سازی و آوازی انجام میشه که هرچی تبحر نوازندگان و خوانندگان و ارتباط روحی فراوانی که با هم داشته باشن بیشتر باشه در کار بداهه نوازی و بداهه خوانی خودشو بیشتر نشون میده و این دو میتونن بداهه نوازی و بداهه خوانی بهتری داشته باشن. اونچه که در تلفیق ساز و آواز من به نظرم میرسه اینه که اول از همه خوانندگان و نوازندگان باید در نظر داشته باشن که هیچ با شعر فدای آهنگ و ملودی سازی نباس بشه، یعنی به موقع ساز اجرای خودش رو داشته باشه، به موقع آواز اجرای خودش رو بکنه. اگر آواز جایی بالای ساز خواست اجرا بکنه نوازنده میتونه اونو زیر صدا بگیره و همراهیش کنه، اما اگه بخواد خواننده کلام خودشو و
آواز خودش رو فدای آهنگ بکنه و پیروی بکنه از اونچه که میخواد آهنگ باشه، وقت آواز فدای ساز خواهد شد و اینو هیچگاه اساتید توصیه نکردن. اونچه که در واقع وجود داشته در کار اساتید این بوده که نوازنده در واقع کار رو شروع میکنه، در ابتدای کار یه بی‌زمینه‌ای فراهم میکنه برای اجرای خواننده، بعد از اون خواننده است که در واقع میخواد کلام رو به شنوندگان برسونه و بیان کنه. نوازنده بایستی خواننده رو همراهی کنه. اگر بخواد فراتر از اون کلام و اون آواز نوازنده چه جمله سازیش رو و چه کل آهنگ رو بخواد سوار بر کار بکنه، اینجا میگیم که آواز در واقع به کلام فدای آهنگ شده و نه مرسوم بوده در موسیقی ما و نه اینکه زیباییش رو خواهد داشت این کار. نکته بعدی این که خواننده باید رعایت کنه که تحلیل ها کجا باشن. اگه در واقع جمله پردازی میکنه بایستی اون تدوین کرده باشه کارشو که تحریر کجا بزنه، تحریر کجا داشته باشه، اول کار، وسط کار، لابلای کار، آخر کار، بر اساس اون چه که تدوین کرده و در طول تمرینات نوازنده به دستش خواهد آمد که چطور خواننده رو همراهی کنه. نکته بعدی این که اصلا باعث خواننده بدونه که چقدر تحریر میخواد بزنه، حالا اینو چه به صورت تدوین شده قبل از انجام کارش در واقع مشخص کرده باشه که چقدر میخواد تحریر بزنه در کل کار و در طول کار و جملات، و یا اینکه اصلا کار بداهه است، میخواد اونجا با نوازنده به طور بداهه کار اجرا کنه. این بایستی برای خودش تو ذهن خودش بدونه که میخواد چقدر تحریر داشته باشه کار و بزنه، نوازنده رو سردرگم نکنه با تحریرهای نابجا و تحریرهای زیاد زدن، شنونده رو خسته نکنه با تحریرهای زیاد. تحریر زیاد زدن جز این که شنونده رو خسته بکنه، به خصوص اگر که از در واقع ادوات تکراری هم استفاده کرده باشه دیگه خیلی بدتر میشه. اون چه باعث خواننده رو رعایت کنه در همراهی با ساز اینه که کشش نوت‌ها چقدر باشه. اگر که بخواد نوت‌ها رو زیاده از حد کشش بذاره روش، باز باعث خستگی شنونده میشه، باعث خستگی نوازنده میشه، باعث یک نواختی کار میشه، به طور کل از زیبایی کار کم میکنه. کشش‌ها بایستی مناسب و به جا باشن و هر چقدر نزدیک‌تر به ساز کار بکنه خواننده، هماهنگ‌تر نشون میده کار. یعنی اگر بخواد خواننده کشش زیاد بزنه و ساز هم کشش زیاد بزنه، این کار خیلی طولانی میکنه و شنونده رو خسته میکنه. بایستی کشش ها مناسب انجام بشه. اگه کشش تو کارش خواننده کشش زیاد استفاده میکنه، همچنان کشش کوتاه هم استفاده بکنه، لابلای کار با توجه به سلیقه و زیبایی شناسی که داره لابلای کار استفاده بکنه از کشش ها که ادغامی از هر دوتا باشه. خواننده بایستی رعایت کنه که تند هیچگاه نخونه در طول کار. اگر بخواد خواننده، همچنان که گفتیم خواننده در واقع پیشرو هست و داره میره جلو و ساز همراهیش میکنه، اگر بخواد خواننده تند از ابتدای کار تند شروع کنه و تند بخونه، نوازنده هم به ناچار مجبور میشه که تند همراهیش بکنه، یعنی قطعات رو تند اجرا کنه و خیلی عجله‌ای کار میشه، باز هم شنونده رو خسته میکنه، از زیبایی کار خیلی کم میکنه، یه حس اصلا یه هیجان کاذبی به کار میده، غیر از این قطعاتی که تنظیم میشه
در واقع ریتمیک‌تر هست و بایستی تندتر کار انجام بشه، و در طول به خصوص آواز دقت آواز خواننده داشته باشه که با عجله و با تند خوندن کار خودش رو خراب نکنه و شنونده رو خسته و آزار نده. نکته بعدی این که بایستی خواننده را دقت داشته باشه که آنچه که نوازنده جوابشو میده بر اساس در واقع جواب نوازنده، بر اساس ارتباط حسی و حالی و معنوی که داشتن با هم دیگه، سعی کنه خارج از اون چه که ساز جواب آواز رو میده نباشه. یعنی اگر که نوازنده میاد جواب آواز رو بده، خواننده یهو توی جمله سازی شروع نکنه به کار، اجازه بده نوازنده فرودش رو بیاد و خیلی ملایم متین، بعد خواننده شروع کنه به خوندن و یه در واقع بده بسون خیلی متین و محترمانی با هم داشته باشن. گاهی اوقات دیده میشه که کارها که در واقع توی این سوال جواب ها نوازنده و خواننده به هم احترام نمیذارن و قطع میکنن جملات هم رو با در واقع زود شروع کردن و یا دیر تموم کردن جملات، یک گسستگی تو کار ایجاد میشه که خب شنوندگان هم گاه هم به خصوص متخصصین امر متوجه این وضعی میشن که گروه نوازنده ها و خواننده ها به خصوص تو بخش در واقع سوال و جواب که یه ساز همراهی میکنه با خواننده، خودشو خیلی نشون میده که اون در واقع زمان شروع و زمان اتمام جملات آوازی و سازی خیلی مهمه و یه جور متانت و احترام رو نشون میده که نوازنده و خواننده چقدر برای هم ارزش قائلن و چطور دارن با هم دیگه صحبت میکنن. بحث دیگه ای من در واقع تلفیق ساز و آواز نمیبینم. نکته های بود که من عرض کردم تو بحث قدرت صدای ساز، قدرت صدای آواز، شدت رایت، شدت و ضعف هایی که نوازنده با سازش انجام میده برای همراهی خواننده، که صدای ساز بالاتر از صدای آواز نباشه. اگر که صدای خواننده پایین تر از صدای ساز باشه، چه با وسایل صوتی چه بدون وسیله صوتی، بایستی نوازنده رعایت کنه که صدای سازش بالاتر از صدای آواز نباشه، که صدای آواز خیلی راحت تر به گوش شنونده برسه، به خصوص در موسیقی ایرانی که مردم دنبال صدای خواننده میگردن، دنبال کلامن، کلام رو دنبال میکنن. و این نکته خیلی مهمه که بایستی شنونده خیلی راحت صدای خواننده به گوش برسه. معمولا صدای ساز به طور کل خیلی وسیع تره، به خصوص توی بمخانی که خواننده میخواد قسمت پایین و بم رو بخونه، نوازندگان باید رعایت کنن که زخمه هاشون رو طوری بزنن، با قدرت شدت و ضعف صدای سازشون طوری تنظیم بکنن که صدای خواننده برسه، چه با آخرین نفر چه با اولین نفر. و بحث های دیگه مثل سرعت کار که نوازنده اگه سرعتش رو زیاد کنه، خواننده‌ام به تبع سرعت زیاد میشه و حتی شاید ناخودآگاه این قضیه اتفاق بیفته، به خصوص در اجرای زنده که اونجا ممکنه دیگه چاره‌ای نباشه. اگه یه نفر سرعتش رو ببره بالا، اون شخص دیگه هم که میخواد جواب شده سرعتش ناخودآگاه شاید بره بالا، اصلا شاید متوجه کار هم نباشه ولی بره بالا، یا حتی در جواب طرف مقابل شاید نتونه دیگه سرعتش رو بیاره پایین و ناخودآگاه صدا سرعت کار میره بالا و کار یه جورایی خیلی تند از آب در میاد و خیلی با سرعت زیاد. اینه که
اون چی که بیشتر مطرح میشه در تلفیق ساز و آواز همین ها هست به طور سرفصل، و بقیه مثال در تجربه کار اجرایی به دست خواهد آمد. و من دیگه نکته نمی‌بینم تو این بحث. امیدوارم که سرفراز موفق باشید.